انگیزه این دو برنامه 50 سالگرد درگذشت زنده یاد مصدق بود. مصدق پس از 80 سال در 14 اسفند 1345 در بیمارستان نجمیه درگذشت. 13 سال از پایان زندگی او در زندان زرهی تهران و سپس در روستای احمدآباد طی شد، روستایی که به خود او تعلق داشت. برنامه امروز ویژه روشنگرداندن اتهام یا ناراستی های پیرامون رابطه فدایان اسلام با زنده یاد محمد مصدق است. آقای یرواند ابراهامیان، استاد دانشگاه نیویورک که کتاب ایران میان دو انقلاب رو نوشتند، در صفحه 228 آوردند که مصدق پس از برخوردهای مختصر با فدایان اسلام 28 تن از اعضای آن را از جمله قاتل رزمارا رو آزاد کرد. نویسنده‌ای که شما آقای امینی در کتاب سوداگری با تاریخ به او پرداخته اید، همین گفته آقای ابراهامیان رو بازگو کرده و در سالهای گذشته در بسیاری از رسانه‌ها دیگرانی همین رو بازگو کردند. آیا شما نشانی از حقیقت در این عبارت می‌بینید؟ آیا نواب در دوران زمامداری مصدق آزادانه فعالیت می‌کرد یا پس از درگیری مختصری از زندان آزاد شد؟ ببینید، در فرهنگ ما، البته در کشورهای دیگر هم اینک چنین است، ولی در فرهنگ ما دروغی روی روان میکنند و بازگو میکنند پذیرفته میشود. و از جمله آقای یرواند ابراهامیان که من با ایشان دوستی هم دارم و انسان بسیار بسیار شریفی هم هستند، هیچ اتهامی هم به ایشان نمیتوان زد که انگیزه ای در این نوشتار خودشون داشته باشند، ولی گمان من این هست که آشنایی دقیق و زیادی با اسناد فارسی چندان ندارن، چون میدانید که ایشان بیشتر بر پایه اسناد انگلیسی پژوهند. ببینید، عبارت رو خوب نگاه کنید، عبارت هم آقای ابراهامیان و کسانی که به ایشان استناد کردن تکرار کردن که مصدق پس از برخوردهای مختصر با فدایان اسلام 28 تن از اعضای آن جمله قاتل رزمارا را آزاد کرد. دیگران نوشتن که نواب صفوی از سوی دکتر محمد مصدق آزاد شده، یعنی قبلا زندان بوده، مصدق آمده و او رو آزاد کرده. اجازه بدید که این رو محک بزنیم تا چند اندازه راست یا دروغ هست. نواب صفوی نخستین باری که نامی از او در رسانه ها و اسناد دولتی ایران شهربانی مطرح شد، هنگامی بود که در بردی 24 با یه تپانچه‌ای همراه با یکی از یاران خودش به نام خورشیدی به زنده یاد احمد کسروی حمله کردند به انگیزه کشتن او و دو گروه رو نتوانستند بکشند و دستگیر شدند. نواب رو کلانتری دستگیر کرد و پرونده‌ای درست کردند و پس از بررسی با یک ضمانتی که بازاری به نام آقای اسکویی که بعدها معلوم شد که آزمهای نزدیک به سید ضیاءالدین طباطبایی بوده داده بود، نواب آزاد شد. البته بیش از 2-3 روز در زندان نبود، بازداشت بود، زندانی هم نبود، چون بازداشتگاه با زندان تفاوت داره. ایشون آزاد کردن و پرونده بسته شد. یعنی نواب 3 روزی رو در بازداشتگاه به سر برد و سپس میدانیم که در اسفند، در 20 اسفند 1324 همان سال، احمد کسروی رو یاران همین نواب صفوی، برادران امامی و 9 تن دیگر
در کاخ دادگستری با سلاح گرم و سرد کشتند. نواب در کاخ دادگستری نبود ولی این کار رو رهبری کرده بود، گروه رو او برپا ساخته بود. برای اینکه میزان دروغگویی تاریخ سازی کسانی رو که مصدق رو متهم میکنند که با فدایان اسلام رابطه داشته محک بزنیم، من با اجازه شما و هممیهنان گرامی پاره تاریخ ها رو یادآوری میکنم. هنگامی که نواب صفوی به کسروی حمله کرد، مرتضی قلی بیات نخست وزیر بود، داماد مصدق. داماد مصدق، ولی در همون دوران نواب رو پیش از اینکه قوام در هفتم بهمن 1324 نخست وزیر بشود آزاد کرده بودند. قوام هفتم بهمن 1324 نخست وزیر شد و کشتن کسروی در زمان نخست وزیری او روی داد. پس از قوام رضا حکمت، ابراهیم حکیمی، عبدالحسین هجیر، علی منصور، حاجری رزمارا و حسین علا از زمانی که کسروی کشته شد، از زمانی که اصلا به کسروی سوء قصد شد تا نهم اردیبهشت 1330 که مصدق به نخست وزیری رسید، نزدیک به 6 سال این آدم ها نخست وزیر در ایران بودند. جز اون داشتی که نواب به دلیل کوشش در کشتن کسروی در بازداشت برد، یک تغییر رو هم در این نخست وزیری عوام و حکمت و حکیمی و هجیر و منصور و رزمارا و علا، یک دقیقه رو هم نواب صفوی در زندان به سر نبرد. یعنی نواب صفوی آزاد در ایران زندگی میکرد، فعالیت میکرد، تبلیغات میکرد علیه دولتیان و یاران او به کشتن آدم ها مشغول بودند، از جمله کشتن کسروی، کشتن رزمارا، پیش از اون هجیر و کسان دیگری رو که به بهانه اینکه بهایی هستن کشته بودن. ولی پرونده‌ای درباره کارهای او در مازندران باز شده بود و به طور غیابی نواب صفوی محکوم شده بود به دلیل کارهایی که در دوران نخست وزیری رزمارا در ساری آمل کرده بود به 2 سال زندان غیابی، یعنی غیابی اونو محاکمه کرده بودن 2 سال زندان، ولی کسی دستگیری اونو دستگیر نمی‌کرد. خانه اونو همه می‌دونستن کجاست، در پامنار همه آگاه بودن که اون کجا زندگی میکنه، اونو دستگیر نکردن. و این ببخشید شیادان تاریخ میگویند که صدق نواب را آزاد کرد، گویا قبلا نواب زندان بوده، مصدق را آزاد. راستی تاریخ نیست. تنها دوره که نواب در زندان گذرانده در دوران نخست وزیری زنده یاد محمد مصدقه. ببینید دروغ تا چند اندازه که در 6 سال نخست وزیری کسانی که نام بردم، نواب دقیقه ای رو هم در زندان نگذرانده بود و در دوران نخست وزیری مصدق در خرداد 1330، یعنی نزدیک به 1 ماه پس از آغاز زمامداری مصدق، مصدق به شهربانی کل کشور دستور داد، کوپال دستور داد که حکمی از این که نواب اعلام شده بود این حکم رو اجرا بگذارن و نواب رو دستگیر کردن و نواب به زندان رفت. بنابراین دستگیر شدن نواب صفوی ببخشید در دوران زمامداری اما مصدق است. اول پیکره شماره 1 رو تا حدودی ما بتوانیم به این موضوع بپردازیم. بله، این پیکره شماره 1 درباره واکنشی است که هواداران آقای نواب صفوی نسبت به دستگیری نواب انجام دادن. پیکره 2 رو در دست هم در اختیار هم بیانان بگذارید. ببینید این درست چند روزی پس از 1 ماهی پس از دستگیری نواب نشان می‌دهد که نواب صفوی رو نشان می‌دهد که نواب به عنوان یک پیغمبری در زندان به سر می‌برد و
این حکومت خونریز و خوناشام مصدق او رو به زندان انداخته. اینها هم از روزنامه نبرد ملت آقای کرباسچیان هست که البته ایشان آدم اصلی بودن، دیگران هم در اون دست داشتن. پیکره سوم رو نشان بدهیم. بله ببینید، در این پیکره سوم در روزنامه نبرد ملت در خرداد ماه 1331 با ناراحتی بسیار زیادی آقای کرباسچیان و یارانشون می نویسند که یک سال از اسارت مظهر تقوا در زندان مصدق می گذرد. همین رو در پیکره بعدی می بینیم جناب مهری. بله نبرد ملت بازم. بله اسارت یک ساله حضرت نواب صفوی از نظر مطبوعات. پیکره بعدی رو آقای کارگردان نشون بدن. بله این خیلی جالبه، این در دیماه 1331 خورشیدی است. نواب رو در خرداد دستگیر کردن، دو سال محکوم به زندان بوده. میدانید که بر پایه قانون اگر شما در زندان رفتار ناشایستی انجام ندهید اندکی از دوران زندان شما میکاهند. ایشان در خرداد در دوران زندیاد محمد مصدق برای اولین بار دستگیر شده، به زندان افتاده و در دیماه 1331 از زندان آزاد شده. یعنی از دوران زمامداری 27 ماهه مصدق آقای نواب صفوی نزدیک به 18 ماه یا 19 ماه در زندان بوده. این پیکره ایست که نشان میدهد که ایشان از زندان آزاد شده و به خانه خودش در پامنار رفته و در اونجا دارد با خبرنگاران مصاحبه میکنه. در زیرنویس این خیلی جالبه، این پایین این مطلب رو اگر بتوانند همیهنان ببینند، میگوید نبرد ملت هفتگی صاحب امتیاز کرباسچیان جمعه 16 دیماه 1331، هنگامی است که نواب یکی دو روز از آزادیش میگذشته. و خیلی سپاسگزارم از کارگردان از پخش این پیکره ها، لازم نیست که نگه دارید اینها رو. نشان میدهد که نواب صفوی در این دوران در زندان محمد مصدق بود. بنابراین این افسانه که گویا پس از یک درگیری مختصر او را از زندان آزاد کردن، یک دروغ آشکار است. تنها دوره‌ای که نواب صفوی در زندان به سر برده در این دوران، از این از دوران کوشش برای کشتن احمد کسروی و تا 28 مرداد، دوران زمامداری محمد مصدق است. این تاریخ نگاران و تاریخ پژوهان به جای اینکه این امتیاز رو مصدق بدهند که در دوران فرمانروایی و زمامداری او بود، نخست وزیر او بود که نواب صفوی رو به زندان انداختن، این افسانه رو ساختن و پرداختند و پراکنده کردند و تکرار کردند که نواب صفوی رو مصدق آزاد کرد. مصدق او رو به زندان انداخته بود و پس از پایان دوران زندان او رو آزاد کردند. حالا دیگه خود شما به من بگویید که حق به جانب چه کسانی است. آقای امینی، پس بر پایه این سخنان شما تا پیش از 1334 که نواب صفوی دستگیر شد و اعدام شد، تنها دوره‌ای که نواب صفوی در زندان به سر برده دوره زمامداری مصدق است. کاملا. پس چرا به ناروا این ناراستی رو درباره مصدق روا کردند؟ عامل آزادی نواب از زندان که بود؟ ماجرای برخوردهای مختصر با فداییان اسلام و آزادی 28 تن از اعضای آنها از سوی مصدق چیست؟ ببینید جناب مهری گرامی، مصدق آماج دروغ پردازی های بسیار زیادی در تاریخ ما بوده. ما از آدم های دروغ پردازی که از حتی پرونده خانوادگی مصدق آغاز کردن، گفتن این حرامزاده بوده، تا کسانی گفتن این عامل انگلیس بوده، تا چپی ها که توده ها که گفتن عامل آمریکا بوده، تا به تازگی کشف کردن که عامل شوروی بوده.
همه چیز رو به این مرد بزرگ تاریخ ایران بستند و هم امروز هم کسانی برای بازارگرمی از مصدق به عنوان مصدق و سلطنه یاد میکنن. قوام و سلطنه رو میگن احمد قوام، ولی مصدق رو برای که بدنام کنند، و البته این شگرد حزب توده بود که این کار انجام میداد، میگوین مصدق و سلطنه. از این ناراستی ها درباره او بسیار گفته شده و به او هم نمیچسبن. اما ماجرای آزاد ساختن، این که چه کسی عامل آزاد ساختن نواب صفوی بود، دوران زندگیش سپری شد و او رو آزاد کردن. در مورد ماجرای برخوردهای مختصر که آقای آبراهامیان گفتن و دیگران از او وام گرفتند و چرب کردن داستان رو و به اون افسودند، شاخ و برگ دادن به اون، ماجرا بر این است که پس از دستگیری نواب صفوی، یاران او دست به دو تظاهرات بزرگ زدن و در جریان این تظاهرات عده‌ای دستگیر شدند. اجازه بدید که در اینجا از کارگردان گرامی خواهش کنم، باز بر پایه نه نوشته های من، نه بر پایه کیهان و اطلاعات و چیزهایی از این دست، بر پایه اسناد هواداران خود فدایان اسلام، یعنی روزنامه آقای کرباسچیان، نبرد ملت، یک به یک اینها رو پیگیری کنیم. شماره 7 رو شما خواهش میکنم نشان بدهید. این شماره 7 ماجرای برخورد بسیار بسیار تندی رو که در تهران انجام شده و میگوید که فرزندان اسلام رو به خون کشیدن، در نبرد ملت اعلام میکند. 8 رو نشان بدهید. بله، که عده‌ای دستگیر شدن از سوی دولت دکتر مصدق. مصدق 9 رو خواهش میکنم نشان بدهید. بله، این ببینید، این به دلیل دستگیر شدن فدایان اسلام، پیکره‌هایی رو نشان میدهند که توهین‌آمیز به مصدق است و درباره کسانی که ظاهراً از پلیس کتک خوردن، البته حمله به پلیس کرده بودن. پیکره بعدی رو نشان بدهید. بله، و این میگوید که جمعه گذشته تهران ناظر یک فاجعه بزرگ ننگین بود و مصدق رو متهم میکند به اینکه عامل دستگیری فدایان اسلام است. خواهش میکنم پیکره بعدی رو نشان بدهید. بله، ببینید این خیلی جالبه. این نخستین بار است که در نبرد ملت پس از دستگیری یاران نواب صفوی، همونایی که قرار بوده که در برخورد مختصری با مصدق داشته باشن، ببینید چهره مصدق رو به عنوان یک آدم خونریز بر جنازه های کشته شدگان فدایان اسلام نشان میده. جالب اینجاست که یک نفر هم در این جریان ها کشته نشده بود، ولی خب این بازارگرمی کسانی است که میدانیم که بعدها آمدند و 15,000 شهید در میدان ژاله ساختند و آتش سوزی سینما رکس رو به نام ساواک نوشتند. اینها در اینجا هم زنده یاد محمد مصدق رو در این قیافه بسیار خشمگین رو خونریز مانند یک هیولایی، مثل یک دیو، دیو، بله بله، که داره از پنجه های اون خون میریزه و بر جنازه ها گام میگذارد. ببینید این پیکره در روزنامه های تهران چاپ شده. من میتوانستم از روزنامه های دیگر تهران این پیکره رو در اختیار شما بگذارم، ولی تصمیم گرفتم که این رو از خود نبرد ملت بگذارم. این تظاهراتی است که هواداران نواب صفوی، اعضای فدایان اسلام، در پشتیبانی از رهبر زندانی خودشون انجام دادند و با پرچم ها و بیرق ها آمدن به خیابان و پلیس رو هم نشان میدهد که در این تظاهرات شرکت دارد. پیکره بعدی رو هم نشان میدهد. ببینید در این دوران خیلی جالب است جناب مهری، خیلی نگاه کنید به قانون مداری زنده یاد دکتر محمد مصدق. این آدمایی که میگویند پس از برخورد مختصری فدایان اسلام را آزاد کرد، یا از تاریخ ناآگاهند، یا پژوهشگر نیستند، یا دروغساز و دروغگو هستند، چون این آدمهایی رو که دستگیر کرده بودند رو محاکمه کردند. این پیکره‌ای که میبینید در روزنامه نبرد ملت چاپ شده، پیکره محاکمه اعضای فدایان اسلام در همون سال 1300
سیست در میانه دوم سال 1330 که اینها رو دارن محاکمه میکنن. این پیکره دوم، پیکره بعدی که میبینید چهره های اینهایی رو که در محاکمه نشستن، برخی کلاهی هستن و یک چند نفری هم عمامه دارن، اینها اون اعضای فدایان اسلام و هواداران فدایان اسلام هستن که در دادگاه دارن محاکمه میشن. محاکمه اونها هم علنی بوده، یعنی دولت مصدق قانون مدار بوده و اینها رو محاکمه کرده و محاکمه اونها علنی بوده، وکیل مدافع داشتن و حتی آقای حاج مهدی عراقی میگوید که برخی رو آزاد کردن و ایشون رو هم برای مدتی زندانی کردن. این ماجرای محاکمه فدایان اسلام هست. بنابراین این دروغ آشکار که پس از یک برخورد مختصری اونها رو آزاد کردن با هیچ واقعیت تاریخی پیوند نداره. تنها دوره‌ای که اعضای فدایان اسلام محاکمه شدند و به زندان افتادند و بسیاری از اونها تا پس از 28 مرداد در زندان بودند، همین دوران زنده یاد محمد مصدق است. روزنامه همین عبدالله کرباسچیان به نام نبرد ملت، امیر عبدالله پیش میگفتن، بله، این امیر عبدالله کرباسچیان 4-5 سال پیش هم درگذشت و هنوزم فعال بود در دوران پس از انقلاب. میبخشید قطع کردم صحبت. مصاحبه ای رو با این عبدالله خان دیدم که 4 سال پیش او در این مصاحبه میگوید آشنایی او با نواب صفوی اندکی پیش از کشته شدن کسروی بوده. او در این مصاحبه با بخش تاریخی شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که 6 ماه پیش از مرگ او صورت گرفته چنین میگوید: یک روزی بنده از بازار تهران عبور میکردم، از 4 سوق کوچک، یعنی همون 4 سوی کوچک، میرفتم به سمت 4 سوی بزرگ. دست چپ من یک مسجدی است که 2 سکوی سنگی دارد به نام مسجد سید عزالله. البته یک مسجد کوچک هم داریم که صحنش 2 تای این اتاق است و طبقه بالاش نماز میخوانند. به حال میگه اون مسجد سردابه‌ای داشت که میرفتن تابستانها برای اینکه خنک بود نماز میخواندند، نماز جماعت، و رویش هم یک صحنی بود که چند تا پله داشت. از صحن خود مسجد میرفت بالا، به آنها میگفتند مهتابی. نماز مغرب و عشا در آنجا بود. رد میشدم دیدم یک آقا سید جوانی، یعنی نواب صفوی، روی سکو ایستاده و از غیرت و حمیت و شجاعت دینی و بیغیرتی و آثار بیغیرتی صحبت میکنه که ملتی وقتی بیغیرت بشه به چه روزی میفته؟ به همون روزی میفته که شما افتادید. وقتی یک آدم چلنبر بیغیرت، یک کسی که آدم نمیشه اسمش رو گذاشت، یعنی کسروی، افتاده به جان مقدسات شما و شما همینطور بنشینید و تماشا کنید. البته همه شما نه، چون ما مبارزانی داریم و مجاهدینی داریم که مجاهدات خودشان را کردند، ولی باید بساط این آدم جمع شود. منظور که از طبیست کرباسچیان از شمار جوانهایی بوده که گرد آقای نواب صفوی جمع شدند و جریان فدایان اسلام رو ساختند و سپس ایشان آمده نبرد ملت رو منتشر میکرده. اصلا نقطه آغازین زندگی فدایان اسلام برای کشتن کسروی است، یعنی هیچ انگیزه دیگری در کار اونها نمیبینیم. میخوان این آدم بیدین رو بکشن و سپس در این کارزار کشتن کسروی می آیند و به یک جریان سیاسی تبدیل می شن. جالب اینجاست که یکی از کسانی که در نزد کسروی درس حقوق خوانده بوده، پدرش او رو فرستاده بوده، پدرش از یاران و پشتیبانان کسروی در تبریز بوده و سپس می شود رئیس دفتر مصدق، آقای خازنی است که چند سال پیش در تهران درگذشت. خازنی که
یکی از سرپرستان در واقع اون خانه مصدق نخست وزیری بوده، از یاران نزدیک کسروی به شمار میاد، پیروان کسروی به شمار میامده و پدر او در واقع پخش کننده نماینده کسروی در تبریز بوده و او رو فرستاده که نزد کسروی درس حقوق بخواند، دانشگاه حقوق رفته و سپس میشود یکی از یاران و وفاداران به محمد مصدق که آدمی مانند خازنی از خانواده فکری کسروی به وفادارترین یکی از وفادارترین شخصیت ها در میان محافظان و کسانی که در پیرامون مصدق تا پایان کار بودن تبدیل می شود. من فکر می کنم باید بپردازیم به این که پس از این ماجراهایی که به دنبال آزادی نواب صفوی و چند تن از یارانش روی داد، دوران زندگیشون زندانیشون سپری شده بود، در این دوران چه روی داد؟ یعنی چه اتفاقهایی افتاد؟ چون نواب در دیماه سال 1331 از زندان آزاد شد. این دورانی است که دیگر درگیری های اجتماعی در ایران بالا گرفته، کاشانی از مصدق جدا شده، در مجلس یک مخالفت جدی با مصدق وجود داره، شمس قنات آبادی و دیگر کسانی که آقا شمس و کسانی که پیرامون کاشانی هستند بهش میگفتن شمس خالدار بله، اینها همه کارزار بزرگی رو علیه مصدق آغاز کردند و تقریبا کمتر از یک ماه پس از آزادی نواب صفوی ماجرای نوح اسفند روی میدهد. و اگر شما این تاریخ ها رو با اسناد CIA و اسناد اینتلیجنس سرویس بریتانیا همراه بکنید، میبینید که دورانی است که تصمیم نهایی برای براندازی مصدق گرفته شده. در این دورانی که نواب آزاد هست، خیلی جالب هست که دیگه رسما وارد کارزار مقاومت و درگیری ما مصدق شدند. در اون دوران اسنادی که ما در دست داریم، کتاب یعنی یادداشت‌های ویلبر میگوید که دفتری در ایالات متحده آمریکا به وجود آمده بود که کاریکاتورهای ضد مصدق رو در مرکز CIA فراهم می‌کردند و می‌فرستادن به پایگاه CIA در تهران و پایگاه CIA از سوی چند تن روزنامه‌نگارانی که به اونها وابسته بودند این کاریکاتورها رو میان روزنامه‌ها پخش می‌کردند و معلوم بود که این کاریکاتورها خیلی چهره‌های غربی دارند و در آمریکا تهیه شدند. در یکی از شماره‌های نبرد ملت در 14 خرداد 1332، یعنی 40 روز پیش از کودتای 28 مرداد، یک کاریکاتوری از مصدق از ملت به چاپ رسیده در حال به اصطلاح ملت قیام ملی، چون بعدها قیام ملی رو دیگران مطرح کردن، که این کاریکاتور در مرکز CIA تهیه شده بوده و در نبرد ملت چاپ شده. بله ببینید، این نگاه کنید به این پیکره در نبرد ملت چاپ شده، مصدق به زانو آمده و ملتی که پرچمی در دست داره در واقع مصدق رو از بین میبره. هنوز سخن کودتا نیست، ولی نبرد ملت پیام رو گرفته که باید قیام ملی صورت بگیرد و مصدق برانداخته بشود. این کاریکاتور یکی از کاریکاتورهای اون ستاد CIA در کاریکاتور کشی است و چهره خیلی نزدیک است به کاریکاتورهایی که در روزنامه‌های دیگر ضد مصدق در اون هنگام به چاپ می‌رسیده. پیکره 20 شماره 20 رو نشان بدهید. بله، این در واقع 8 مرداد 20 روز پیش از 28 مرداد که مردم رو فرا می‌خوانه برای اینکه باید دلیر باشند و با مصدق در بیفتند و او رو براندازند. این نگاه فدایان اسلام در اون دور است. بعدها میگویند که فدایان اسلام بازوی نهضت ملی بودند، بازوی مسلح نهضت ملی بودند. این بازوست. در ما اینک
یادداشت‌هایی از خود نواب صفوی در دست داریم که میگوید که در بامداد 28 مرداد در این اندیشه بوده که اگر کودتا نمیشد خود من میخواستم کودتا بکنم. این عباراتی است که او استفاده کرده و این است که این حرفایی که روان ساختن در مورد آرامش و دوستی میان مصدق و فدایان اسلام کافی است شما برگ‌های نبرد ملت و اعلامیه‌های فدایان اسلام رو نگاه کنید و می‌بینید که هیچ نخست وزیری در تاریخ ایران این همه آماج دشمنی و ناسزای گروهی مانند فدایان اسلام نبود. آیا نواب صفوی پس از آزادی از زندان در دوران مصدق باز هم به همون دشمنی سابق ادامه داد یا تغییراتی در پیامش آورده بود؟ نه خیر، بیشتر از پیش بود، چون کینه مصدق رو در دل داشت. مصدق تنها کسی بود که او رو به زندان انداخته بود. ببینید، ادعای فدایان اسلامی بود که اونها با کشتن رزمارا راه رو برای نخست وزیری مصدق هموار کردن و به دروغ میگفتن که البته در اون زمان هیچگاه این رو نگفته بودن، بعدها این رو اعلام کردن که به دروغ میگفتن که بله در تماس با رهبران جبهه ملی دست به کشتن رزمارا زدند. هیچ سندی در این باره نه تنها موجود نیست، گواهی‌های بسیار زیادی ما در دست داریم که این موضوع کاملا دروغ هست. فراموش هم نکنید که درست در همین هنگامی که نواب صفوی در زندان به سر میبره، یکی از بچه بی سواد هایی که هوادار نواب هم بوده از مشهد به تهران میاد و دست میزنه به کشتن، کوشش میکنه برای کشتن فاطمی در اون ماجرای معروفی که فاطمی بر مزار محمد مسعود رفته بود، گلوله به فاطمی میزنه که تا پایان عمر فاطمی به دلیل این گلوله واقعا عذاب میکشیده و چندین جراحی هم به خاطر این سوء قصد در خارج بر اون انجام شده و هیچگاه هم نتوانست از این زخم در واقع شفا پیدا بکنه. آدمی است به نام عبد خدایی، حاج مهدی. حالا از فرمان روایان فدایان الان از بزرگان اندیشمند استاد دانشگاه شده. ای بابا، جالب اینجاست که هنگامی که به زندان افتاده، بچه 14-15 ساله یا 12-13 ساله بوده به زندان افتاده، پدرش نامه نوشته که در باختر امروز اون زمان چاپ شده و تقاضا کرده، گفتیم بچه من بی سواد از کلاس هشتم دیگه درس نخونده، گولش زدن ایشون رو آزاد کنی، ولی این بچه بی سواد شده یکی از شخصیت های برجسته فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی جمهوری اسلامی. ولی به هر روی من به این نمیخوام بپردازم. راستی این استش که از نواب صفوی دشمنی خودش رو با مصدق ادامه داد و یکی از برانگیزندگان مردم در مخالفت با مصدق بود و این رو در لابلای شماره های نشریه نبرد ملت و دیگر اعلامیه هایی که اونها منتشر میکردن کاملا میتوان دید. و جالب اینجاست که پس از 28 مرداد هم او کاملا آزادی داشت. پس از اینکه در 28 مرداد مصدق به پایان رسید زمامداریش و به زندان زرهی روان شد، دولت آقای صاحبی سر کار آمد و نزدیک به شاید 2 سال، یعنی از هنگامی که 28 مرداد تا نزدیک به شاید 21 ماه پس از اون که زاهدی بر سر کار بود، نواب صفوی کاملا آزاد در ایران بود. حتی به او بر پایه آنچه که او گفته و یارانش بازگو کردن پیشنهاد وزیری رو هم کردن وزارت فرهنگ برای اینکه مذهبی ها رو به سوی خودشون جلب کنند. در پاییز سال 1332 با پشتیبانی و دادن گذرنامه به او، آزادانه راهی بغداد و سپس فلسطین اون زمان شد و در کنگره بزرگ مؤتمر اسلامی شرکت کرد و سپس به مصر رفت و از راه فرودگاه مهرآباد به تهران بازگشت. یعنی سفرش به اون منطقه از راه بغداد بود، زمینی بود، و از راه بغداد به فلسطین و سپس به مصر رفته بود و سرانجام از راه بیروت
پرواز کرد به فرودگاه مهرآباد. ببینید این آدم کشنده، یعنی رهبر کشندگان کسروی بوده، رهبر کشندگان هژیر، وزیر دربار بوده، رهبر کشندگان رزمارا بوده و حتی گفته بوده گویا که اگر لازم باشد دیگران رو هم خواهد کشت. در فرودگاه مهرآباد در دوران زمامداری آقای فضل‌الله زاهدی به تهران باز می‌گردد. در پایان سال 1332 درست در هنگامی که مصدق در زندان زرهی است او به تهران بازگشته. پیکره استقبال از آقای نواب صفوی آدمکش در فرودگاه مهرآباد تهران در دوران حکومت نظامی فضل‌الله زاهدی در معیت و پشتیبانی ارتشیان هست. بله ببینید این جناب رشید آقای نواب صفوی در میان برادران واحدی در فرودگاه مهرآباد تهران است. پیکره بعدی رو نشان بدهید. بله نگاه کنید که یک افسر شهربانی یا ارتش ایشان رو بدرقه میکنه و پیکره های من الان در دست دارم که ایشان رو بردن ماشین سوار کردن با سلام و صلوات بردن به منزلش در پامنار و این نشان میدهد که یک نوع پشتیبانی از ایشان. این اصلا در پشت همین پیکره شما هواپیما رو میبینید. ایشون در حال بازداشت نیستن، ایشون به عنوان یک رجل سیاسی، یک شخصیت بزرگ ملی در دوران فرمانداری نظامی و نخست وزیری زاهدی با شور و شوق فراوان از سفر بزرگ خودشون به عتبات و به کنگره در فلسطین و کنگره اسلامی در اونجا و مصر بازگشتن و سپس دروغ‌هایی در این زمینه روان ساختن. درست در همین دوران است که مصدق رو محاکمه می‌کردن. در همون شماره‌های پایانی نبرد ملت در اون دوران کرباسچیان نوشته که این محمد مصدق شایسته محاکمه نیست و او رو باید یک گلوله زد و حتی میگوید من خودم حاضرم با یک گلوله او رو بکشم. این آخرین پیکره‌ای که جناب کارگردان برای شما فرستادم، ببینید این پیکره‌ای است که در نبرد ملت در سال 1334 به چاپ رسیده. یعنی میدونید که تا پیش از این که کسی به نام فدایان اسلام، به نظر من خیلی از اینها ساخته بودن برای اینکه اونها رو تاریخ مصرفشون به پایان رسیده بود دستگیر کنن، پیش از این که به علا ظاهرا سوء قصد کنن که معلوم نبود که این چه گلوله ای است که به سر علا خورده و در بازگشت علا از بغداد 10 روز پس از اون هیچ نشانی از اون نیست. خواهش من پیکره رو نگه دارید. در اونجا دورانی که مصدق در زندان به سر میبرد، نبرد ملت این کاریکاتور رو از مصدق به چاپ میرسونه. آزادی کامل داشتن فدایان اسلام تا جایی که نواب صفوی از قم برای انتخابات مجلس 18 کاندید شد و پس از اعتراض پاره‌ای از یارانش کناره گرفت و حاضر نشد که در انتخابات مجلس 18 از قم شرکت بکنه. این آزادی رو داشتن، تاریخ مصرفشون به پایان رسید و اونها رو دستگیر و اعدام کردن. بنابراین تمام این حرفایی که درباره زنده یاد محمد مصدق و یارانش به عنوان همکاری با فدایان اسلام زده می شود ساختگی است، چیزهایی است که چون دسترسی به اسناد ما در اون سالها نداشتیم پرداختند و پروراندند و به خورد مردم دادند و کسانی با شوربختی بسیار اینها رو بازگو کردند و اینها رو به عنوان سند ازش بهره گرفتند. آنچه که من امروز گفتم نشان میدهد که تنها دورانی که فدایان اسلام و نواب صفوی به راستی در زندان به سر بردند در دوران زمامداری زنده یاد محمد مصدق است. بسیار ممنونم جناب آقای امینی. هفته آینده رو ما به این افسانه‌ای که درباره نامنگاری مصدق مربی شده بپردازیم. پس از اون به شاید به ماجرای فدایان اسلام پس از 28 مرداد و نقش اونها در
پیدایش جمعیت مؤتلفه و شکل گرفتن انقلاب 57 اختصاص بدهیم. فکر می‌کنم شاید از نقطه نظر تاریخی بهتر باشه که اینگونه. بسیار عالی است. خیلی ممنون. خوبه. شب و روزتون خوش و همچنین شب و روز همیهنان عزیز که به این برنامه توجه ویژه کردند خوش.